سرخط خبرها: زخمی شدن 7 نظامی اسرائیل در اثر تیراندازی در قدس. حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله. آمریکا در آستانه جنگ با روسیه و چین. هشدار تند ایران و آمریکا: زبان تهدید نتیجه نمی‌دهد. و ایران در یک قدمی بمب اتم رسید. مشروع اخبار: زخمی شدن 7 نظامی اسرائیل در اثر تیراندازی در قدس. به گزارش اینا، خبرگزاری فلسطینی شهاب فلسطین با اعلام این خبر افسود که حال یک صهیونیست وخیم گزارش می شود. این در حالی است که اداره اورژانس رژیم موقت صهیونیستی گزارش داد که حال 3 نفر از صهیونیست‌ها وخیم است. شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از پلیس گزارش داد که 2 تیراندازی همزمان توسط عاملان فلسطینی در قدس اشغالی نزدیک دیوار البرا ورودی پارکینگ هارزیون انجام شده است. طبق گزارش‌ها، عاملان این عملیات‌ها موفق شدند از صحنه فرار کنند و پلیس رژیم صهیونیستی نیز علاوه بر اینکه سطح هشدار را افزایش داده، در صدد تقویت نیروهای امنیتی برآمده است. حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله: به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، تانک‌های ارتش اسرائیل روز جمعه 21 مرداد منطقه الحمیدیه در حومه قنیطره در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان را هدف قرار دادند. در پی این حمله دست کم 2 نفر زخمی شدند که هویت آنها تاکنون مشخص نشده است. برخی منابع نزدیک به دیدبان حقوق بشر سوریه در توضیح این گزارش آوردند که این 2 نفر تلاش داشتند تا به منطقه مرزی اسرائیل در جولان نزدیک شوند. یک تانک اسرائیلی دست کم 3 گلوله به سمت آنها شلیک کرده است. رسانه‌های رسمی در سوریه نیز روز گذشته از حمله ارتش اسرائیل به یک پست دیدبانی حزب الله در نزدیکی شهرک الاحمدیه خبر دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، منطقه‌ای که از سوی تانک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته، به پایگاهی برای فعالیت نظامی نیروهای حزب الله تحت حمایت ایران تبدیل شده است. از سوی دیگر، به گفته رادیو اسرائیل، حزب الله از این مکان به دیدبانی و نظارت بر منطقه مشغول است. آمریکا در آستانه جنگ با روسیه و چین. به گزارش اسپوتنیک، هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده، از 1973 تا 1977 معتقد است که ایالات متحده در آستانه جنگ با موسکو و پکن در مورد مسائلی است که تا حدی خود آنها را ایجاد کرده است. کیسینجر در مصاحبه با وال استریت جورنال بیان داشت: ما در آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی هستیم که تا حدی بدون اینکه هیچ تصوری از اینکه چگونه پایان خواهد یافت یا به کجا باید منجر شود خودمان ایجاد کردیم. هشدار تند ایران با آمریکا: زبان تهدید نتیجه نمی‌دهد. به گزارش اسپوتنیک، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در توییتی نوشت: باید به کاخ سفید یادآوری کرد که از کاربرد زبان تهدید در مقابل ایران و ایرانی نتیجه ای نخواهد گرفت. امیر عبداللهیان افسود: فرافکنی کاخ سفید رافع مسئولیت و پاسخگویی آنها نسبت به ارتکاب جنایات متعدد تروریستی علیه جان هزاران تن از مردم ایران و منطقه نیست. و ایران در یک قدمی بمب اتم رسید. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصریح کرد که ایالات متحده به رغم خواسته ایران هیچ فشاری را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای چشم‌پوشی از تحقیقات مرتبط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای این کشور وارد نیاورده است. او همچنین بیان داشت: ایران تنها چند هفته با دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب اتم فاصله دارد. We'll be right back.